اعتصاب کامیونداران وارد سومین هفته خودش شد. این اعتصاب تا کنون تمامی استانهای کشور رو در بر گرفته. در برنامه امروز می‌خوایم به ابعاد مختلف اون و همینطور واکنش رژیم در قبال این حرکت سراسری بپردازیم. مهمون برنامه‌مون اسحاق علی نجات است. با تشکر از شما و اینکه در این گفتگو شرکت می‌کنید. منم از شما تشکر می‌کنم. سلام دارم خدمتی همه هموطنانم و درود می‌فرستم به رانندگان اعتصابی. خب و این این هستش که این بار در واقع اعتصاب کامینداران چه خصوصیت و ویژگی برجسته ای داشت که اون رو از موارد مشابه قبلیش متمایز میکنه من به چهار ویژگی اشاره میکنم اول گستردگی و عظمت خود این اعتصاب دوم در واقع ایستادگی و پایداری اعتصابیونه با وجود سرکوب کم سابقه بله. سوم ارتباطات گسترده و چشمگیره هم تو صحنه هم با بیرون و چهارم حمایت گسترده داخلی و بین المللی هست مورد به مورد خدمت ما عرض میکنم شما میدونید که این از خرداد ماه پارس امسال این سومین حرکت گسترده رانندگان کامیون بوده به. یعنی سه تا اتصاب بزرگ سرسری داشتن اولی توی اول خورداد بود که تمام استانه ایران رو دربر گرفت دومی تو اول مرداد بود که اونم تمام استانه کشور رو دربر گرفت و بیش از دویست و شهر رو شامل شد که اونم بیش از دو هفته در واقع به درازه کشید بله. اما این سومین اعتصاب از اون یکی ها خیلی گسترده تر بوده تا این نقطه که خدمت شما هستم خبرایی که رسیده و ثبت کردیم بیش از سی و ده شهر در این اعتصاب شرکت کردن یعنی بیش از هشتت شهر به اعتصاب قبلی اضافه شده این از دامنه گستردش خب به لحاظ مدت زمانم در از اون یکی ها در واقع بیشتر میشه پس این است ابعاد گستردگیش اما ویژگی دوم در واقع ایستادگی و یک کامیون دارنه در مقابل تهدیدات و سرکوب رژیم تا که خدمت شما هستم بر اساس آماری که دستگاه قضایی رژیم و نیروی انتظامی اعلام کردن حدود 250 نفر دستگیر کردن که خب تو اعتراضات قبلی دیگه دستگیری تو اعتراض دوم مثلا ده ها نفر و اینا بود بله تازه این آمار رسما اعلام شده است دستگیری بیش از این باید باشه داره حسابی بله از کامیون داره سر این بیش از 250 نفر دستگیریه تو این دور فضای سرکوب خیلی تر از دور قبلی بود مثلا این دور حتی تهدید به اعدام کردن مثلا مفسد فلعرز قطع و طریق که مجازاتش اعدام تو دست رژیم بعد نمیدونم اتهاماتی که به اینا زدن مثل ارازل او مخلان نظم و امنیت و به صراحت دست قضایی رژیم و قضایی خامنه ای می اومدن تهدید به اعدام از جعفری منتظری دادستان رژیم تا دادستان استانه مختلف تا سرکردگان نیروی انتظامی تهدید به اعدام کردن حتی خود خامنه ای توی سخنرانی 13 مهرش تو استادیوم آزادی برای بسیجیا به بسیجیا و ها آتش به اختیار داد معلومه که آتش به اختیار در برابر همین قیام ها و اعتراضاته این که میگم ایستادگی و پایداری کامیون ها در واقع در مقابل همه این دستگیری ها و تهدیدات و تهدید به اعدام که ماکان وای سدن ادامه میدن هر روز گسترده تر میکنن یعنی برای رژیم تره خورد نکردن برای آتش به اختیار ای برای این تهدیدات اعدام به همین دلیل واقعا دست مریضات هزار درود برشون و نشون دادن که دمشون گرم نشون دادن که اینا رو به هیچی نمیگیرن اما سومین ویژگی خصوصیت ارتباطات گسترده اعتصابیونه هم تو صحنه هم در بیرونی کردن این اعتصاب الان که این 15 روزه است امروز پونزدهمین روزیم تقریبا به طور نسبی هر روز صد تا فیلم و کلیپ از شهره مختلف از مراکز و از دور افتاده ترین نقاط که اعتصاب توشه از پایانه مختلف دستمون میرسه دریافتیم هر روز بله. بعضی روز تا صد و فیلم و کلیپ که این خودش این در حالیه که خب فیلترینگه این همه رژیم فضای مجازی تهدید میکنه میگیره بله، میبنده بله. این کارا رو میکنه ولی اینا تونستن این صدم بشکنن و صدای اعتراض و اعتصاب خودشونو به گوش جانیان برسونن تو شبکه مجازی گسترده پخش کنن به همین دلیل خیلی از کارایی ترفنده رژیم به شکست مواجه شده مثلا یه نمونه خیلی جالب و خدمت ما عرض کنم روز جمعه 13 مهر تو بندر عباس این گزارشی که خود اعتصابیون فرستادن رژیم 20 از این لباس شخصیاشو میبره پایانه بندر حباس. اونجا ازشون فیلم برداری میکنه که گویا اعتصاب شکسته شبش هم میبره توی همون باجوینا دوباره فیلم میگیره منتشر که اعتصاب تو اونجا شکسته شده ولی بلافاصل رنده اعتصابی از همون صحنه و از صحنه بعدش فیلم گرفتن فرستادن تو شبکه اجتماعی که در واقع نشون میده که اعتصاب ادامه داره این ترفنده رژیم کشک و بله. هم و هم بستگیشون به هم و هم بستگیشون اما خصوصیت چهارم خصوصیت چهارم حمایت بین المللی و حمایت داخلی من به چند مورد از حمایت بین المللی اشاره می کنم که توی ثبات قبلی در این ابعاد نداشتیم بله از جمله حمایت فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل این فدراسیون تو 149 کشور 149 کشور عضو داره یعنی کارگرش عضو 16 و نیم میلیون نفر عضو این فدراسیونه 677 سازمان کارگری و تشکل و اتحادیه کارگری جزء اینه این در این ابعاد علاوه بر این اتحادیه حمل و نقل رانندگان آمریکا و کانادا است که یک و نیم میلیون نفر عضو غیر از اون کنفدراسیون عمومی کاره که از اتحادیه بزرگ ایتالیا است که اونم چه میلیون در واقع عضو داره, داره اینم جزء حمایت ها بله. که البته اون کاری که در صحنه میکنن همین فیلم ها و صدای اعتراضشون رو میرسونن به بیرون خب تو این اعتراضات خیلی تاثیر داشت و خب فعالیت های اشرف نشانه ها و مقاومت ایران هم چون تو آکسیونا و توی فعالیت تو خارج کشور است مستمر اینا رو منعکس میکنن اما حمایت داخلی سندیکای کارگران شرکت واحد سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت به گروه اتحاد بازنشسته ها فعالن سنفی معلمان کمیته همانگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری علاوه بر این بازاریان چه بازار و اسنف تو تهران تو رش و شهرهای مختلف دانشجوها همه اینا با انتشار بیانیه متعدد از این حرکت اعتراضی حمایت کردن در یه پوشکرمی اینجوری داخلی هم دارن اون که من متعدد شدم در واقع تمامی ویژگی های یک حرکت قیامی مردمی و روبه جلو رو شما برش مردید. اما شاید بگیم یک فاکت متناقض شاید بگیم یک فاکت شاید به نوعی تنس که عده در درون همین رژیم به نوعی دارن دلجویی میکنن از کامیوندارا و وضعیت کامیوندارا مثلا 150 تا نماینده مجلس نامه دادن حتی که حمایت کردند از کامیوندارا یا تو نماز جمعه میگفتن که بعد به اعتراضاتشون پاسخ داد و به ریشه رسیدگی نشده که الان شاید چنین وضعیتی هستیم این تناقض رو شما چطوری بررسی میکنید یا بیان میتونید بکنید تا جایی که به کامیون داره برمیگرده و اعتصابی اون اون کسی که میگیره و حمله میکنه و به زندان میاندازه نه نمایندگان مجلس و نه امام جمعهان همون قضایی خامنهی همون نیروی انتظام میشه نیروی سرکوبگرشه دنشه تو مادو تو عمل این دلجویا چیزی نمیشه برای اعتصابی تازه این دلجویه که میکنن از ترس از ترس اینکه خود همین اعتراضات و قیام خیلی گسترده نشه دامنگیر رژیم بشه تو مجلسش میگن کاری نکنید که این یعنی اعتراضات و اعتصابات کاری بشه که ما جارو بشیم مثلا تو مجلس میگن بیش از 500 هزار راننده در سطح کشور اثر نارضایتی و تجمع میکنن اعتصاب میکنن نسبت به این هشدار میدن و پرهیز میکنن پرهیز میدن که این رادیکال نشه گسترده نشه من 500 هزار اعتصاب یعنی چه نیروی عظیمی چه پتانسیلی که رژیم مثلا کابوس براش بله بینه حتی تو همون نماز جمعه که این میگه دلجویی میکنن مثلا آخون صدیقی تو نماز جمعه تیران در این حال تهدیدم میکنه مثلا من چند جمله براتون بخونم میگه باید اعتصاب اعتراض کامیون رو در نظر بگیریم اما چی میگه خطاب کامیون میگه باید کامیون حواسشون جمع باشه که اگر آنها یک نواقصی دارن دشمن هم کنارشان ایستاده این راننده های زحمت کش حواسشون باشه آلت دست, دست دشمن قرار نگیرن یعنی پس اتهام بهشون آلت دست دشمنن دشمن ازشون سوء استفاده میکنه این دلجویشون هم اینجوریه یا مثلا آخوند آل هاشم مال امام جمعه تبریزه میگه چی اگه به موقع مشکلات کمیجان حل نشه با مشکلات جدی روبرو میشیم یعنی در میگه رژیم با مشکلات روبرو میشه مه. نمیگه میگه اون اونا با مشکلات روبرو هستند زده انقلاب تلاش میکنه تا این موضوع رو بهانه کنه برای ایجاد تنش در جامعه یعنی پس از چیه از تنش در جامعه است از فورا این نارضایتیه بله. ولی تو همون نماز جمعه که شما اشاره کردید خطبه پیش از نماز جمعه یعنی قبل از ناخون صدیقی پاس حسین اشتری صحبت کرد یعنی فرمانده انتظامی اون چیکار کرد به جای دلجوی اومد 26 تا ارگان رژیمو که دست اندرکار تأمین امنیتا به رخ اعتصابیون کشید بلد. ببین چی میگه میگه اولویت برای نیروی انتظامی حفظ و ارتقاء امنیته خط سرخ نیروی انتظامی امنیته در بک قیام کننده ها میگه دیگه میگه نیروی مسلح و نیروی انتظامی هر کس که نظم, نظم و امنیت رو به هم بزنه با پنجه پولادین باش برخورد میکنن این دلجوییه بعد خودش میگه امروز هم همه دستگاهات باید, باید همکاری کنن امروز 26 دستگاه 26 ارگان سرکوبگر بر اساس مصاحبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین مصاحبات رژیم دستندرکر امنیت جامعه این هم از دلجوییشون بله خب اه... شاید باز این سوال هم به نوعی در واقع در ارتباط با همین نکاتی که شما گفتید لازم باشه مطرح کنیم خب این موارد مثلا این تهدیدات چون یه دور دیگه هم تهدید کردن این تهدیدات در چنین شرایطی وقتی تزادی از پای حل نمیشه خودش به نوعی نفری آتش ریختن بنزین روی آتش ریختن و گور میگیره بیشتر خب این اقدامات پس برای چی هست وقتی چنین تناقضی وجود داره میدونن که همین در واقع نفت ریختن رو آتشه ولی خب اینا آدم احمق هم نیستن یعنی فکر نمی کنم این کاری که میکنن تهدیدات و خط و نشونه از حماقت باشه چاره و راه دیگه ندارن چون دو تر را بیشتر نیست ده تا که نیست یا باید تو مطالبات اعتصابیون و کامیون داره که تاله سه دور اومدن تو این پنج ماهه دست از همه چیز زندگیشون در واقع برداشتن دیگه چیز تو خی... دیگه اینقدر آسی شدن رو به جای رسیده یا باید مطالباتشونو بدی یا تأمین کنی یا به حداقل بخشش رو بدی یا باید سرکوب کنی سر جاش بنشونی چون دیدی این هر روزم هم گسترش پیدا میکنه هر روز بیشتر دامنگیر رژیم میشه الان خوب هست فراخان هست بازاریا میدن نمیدونم معلمان دیروز پری روز سخیابونا بودن یعنی این هی گور میگیره تحت تاثیر هم قرار میده دنش تو که نمیتونی راه حل بدی نمیتونی مطالباتو تأمین کنی چون رژیم نمیتونه نمیخواد از کو این بخواد تامین کنه 500 یا 400 تا 500 هزار کامیون در اتصابی رو همون تامین لاستیک و لوازم یدکیش و بالا بردن کروینا بوجهش از کجا میاره با این وضعیت پتار و افلاسش بعد از دهن اون پاسا رو بسیجیانی بگیره مگه میکنه اونا رو پروارتر میکنه که همینا رو بیان سرکوب کنن ولی این تهدیدو که میکنه چند تا مسئله میخواد باش حل کنه یکی خود اتسابیونه رو در واقع مرعوب کنه یکی دیگه این پیام رو به جامعه بده که آقا قیام میکنید برمیخیزید این دیگه مفسد فیل عرضه اعدام میکنیم به قول خودشون قطع و طریق و این چیز است. این پیام به سهر اقشار جامعه بده علاوه برین به نیروهای پاسر بسیجی و انتظامی که تو سحنه بگه که من پشتتونم ها میتونم سرکوب کنید چون اونا واقعا همه وا رفتن یعنی میخواد بگه هنوز کنترل رو داره ولی کنترل چی با سرکوب این که من میگم وارفتن حرف کلی نمیزنم فقط چند مورد براتون مثال میزنم در عرض همین یه هفته که شما ببینید ترس و دلهوره تا کجاست این آخر موهده کرمانی امام جمعه رژیم تو تهران تو شیش میر ببین چی میگه میگه مجاهدین و دشمنان با شایع پراکنی دلهای رزمندگان رو میخوان خالی از آرامش بکنن میخوان استراب توش ایجاد کنن میخوان دلها را بلرزانن بترسانن ناامید کنن پس دلها میلرزه ملتهبه ناامیدن کی؟ دلها همون نیروه رژیمی دیگه پاسار سلامیه این دیگه پاساره. جانشین فرمانده کله این نباید دیگه بیاد ت... در... میگه چی ملتهب نباشی پیش از خود نماز جمعه شیشه میره. یعنی قبل از همین آخر موهدی کرمانی میگه ملتهب نباشید آرام باشید هیچ اتفاقی نمیفته یه دوار رفتن تو رژیم فکر میگه الان یه اتفاقی میفته یه چیزی میشه یعنی اصلا به فردا و پس فردا رژیم امیدی ندارن ببین چی میگه میگه بیستید به خدا فریب عملیات رسانهی و روانی دشمن رو نخورید اون که به ترس دشمنه نلرزید ملتهب نباشید حالا احمد جنتی همین دیروز اومده رئیس خبرگان رئیس شورای نگهبان رژیم هم است ببین چی میگه میگه رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی احساس میکنن کشور رها شده یعنی ول شده یعنی اصلا کنترل نداره رژیم یعنی نمیتونه اداره کنه این ولی فقی بعد چی میگه مهمترین حرب دشمن تزریق ناامیدی و یاسه ما نباید اجازه بدیم رژیم در این مورد موفق بشه یاسو ناامیدی تی, تی کی تو اعتصاب کننده و قیام کننده ها که نیست چون با کلی امید اومدن اعتصاب کردن تو خیابون بیرونن مانه. که حقشون رو بگیرن بله. اوج امیده وقتی میاد تو خیابون وقتی قیام میکنی اون که ناامید و مایوسه اون که با رفته و متزلزله اون که قلبش میلرزه همین نیروی و رفته رژیمن حالا اخون صدیقی تو همین نماز جمعه چی میگه همونجا که بتونشه میگه که یعنی این 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 فضا رو بیرون رژیم میگیرن تو سطح بین المللی می نمیگیرن میگه رئیس جمهور آمریکا رفته به رهبران اروپا گفته سه ما سب کنید کار این نظام تمومه به خدا کارمون تموم نیست داره یعنی بس ماه و روز ایناست حالا این صادق لریجانی که رئیس قضایی است دیگه همون که تهدید به اعدام میکنه ببینید این چه جوری رفته میگه مدت متیدی است که آمریکایی ها جنگ اقتصادی روانی و تبلیغاتی گسترده ای را آغاز کردند متاسفانه با القاعات گروهک تروریستی منافقین خیال فروپاشی جمهوری اسلامی را در ذهن می پرورنن. پس بحث فروپاشیه میگه تو بیرون با القای مجاهدین بحث چیه یعنی مجاهدین تو مقامات آمریکایی و رهبرانش و همه چیز دارن این اینو القا میکنن اینو میگن که آقا در اسنی فروپاشیه در بحث چند ماهه باند. چیزی که خودشون میگن درسته یعنی این تهدیدات و این وضعیت که میگن ناشی از این وضعیت شکننده و لرزنرژ خود خامنه‌ای حرفش این بود میگفت به خدا مشکلات داریم مصائب اقت، اقتصادی داریم ولی بنبس نداریم فکر نکنی بنبس داریم مخاطبش کی بود همون بسیجی بود که تو ورزشگاه آزادی جام کرده بود های از بدید اینجا که صحبت رسید من سال پایانی اگرچه وقتمونم محدود هست شما در چهار ویژگی برجسته اعتصاب کامیون دارن به یک موضوع اشاره کردید تحت عنوان حمایت های گسترده داخلی خیلی طبیعی که علاوه بر فشاری که رژیم به طور روی که شما گفتید بر این اعتصابیون میاره خب در حال کسایی که دست از کار میکشن به لحاظ رزق و روزی و مجموعه و موضوعات اقتصادی و اینها تحت فشار قرار می گیرن. و خب این میخوام به نحوی بگم دیگران چه وظایفی دارن این حمایت گسترده داخلی که میگی شما چه وظایفی بر دیگران به عنوان یک نمادی از در واقع مقاومت مردم در مقابل رژیم براش قائل هستید در واقع این... خانم مریم رجوی دو دوبار پیام دادن درود فرستادن به اعتصابیون فرا خوندن به اعلام همبستگی با همین اعتصاب سایر اقشار و به ویژه جوونا بازاریا اقشار مختلف معلما دانشجو چون وقتی اینا هم در واقع به این موج به پیوند موج اعتصاب خب معلومه اون ابزار و اون تیشه رژیم تو سرکوب کنتر میشه نیروی رژیم متفرق میشن تجزیه میشن ناچاره یه موج از در واقع حمایت که میره خب امیدواری به قیام و برخواستن رو خیلی بیشتر میکنه یکی همین که خب همین بردن صدای همین اعتصابیون به مجامع بین المللی در واقع تلاش برای آزادی دستگیر شده ها تجمع جلوی زندان ها چون گفتیم 250 نفر حداقل دستگیر کردن خب خانواده ها سایر اقشار میتونن همین در واقع حمایت با بیانی ها و این هم که میکنن خودش جای در واقع قدانی و عجره ولی خب خیلی فراتر از این باید باشه چون اینا واقعا در قیمت میدن با اون وضعیت معیشتی الان دو هفته وارد سی اومین هفته شدیم رزق و روزیشون در واقع تحتیل کردن همه رو به خاطر اینکه صدا و فریاد برحقشون رو برسونن خب هر ایرانی غیرتمندی هر ایرانی شرافتمندی دیگه فرق نمیکنه چی باشه که از این رژیم منزجره و میخواد واقعا این رژیم نباشه و مردم به آزادی و حقوقشون برسن در واقع باید حمایت کنه بقیقه. کنه بله. بسیار ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و در این گفته بوشه گرد